به نام مناسبترین واجه ها و رسم محبت، به نام خدا، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده های عزیز گرامی، سلام علیکم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی جور و صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. با کمال امتنان و افتخار با برنامه با وقت بیداری روبروی شما خوبان عزیزان هستیم و در خدمت مهمان برنامه هم جناب آقای مختاری. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام، بنده هم خدمت شما، همکاران گرامیتان و بینندگان خوب و عزیزتان سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم. سلامت باشین استاد، خیلی ممنون از حضورتان و خوشحالم که همچنان در خدمت شما هستیم و توفیق را داریم. استاد، جلسات گذشته که در خدمت شما بودیم بحث خشونت‌های خانوادگی در افغانستان بود. چگونگی خشونت‌ها، آثار مخرب خشونت‌ها بحث شد و اینها، و یک چیزی را که استاد ناخودآگاه به ذهن آدم میرسه وقتی بس خشونت میشه در خانواده که باشه، اگر در جاهای دیگه هم باشه به ذهن آدم میرسه دیگه. خب یک سری راهکارهایی را برای چگونگی خلاصه از بین بردن خشونت ها در خانواده بحث شد. همینطور استاد، مدرسه، مکتب به عنوان یکی از نهادهایی که خب در شکلگیری شخصیت انسان خب تأثیر به سزایی را داره، در کنار خانواده و جامعه یکی از نهادهای مهم هم مدرسه است. و گاهن استاد دیده میشه و خیلی هم زیاد شنیده میشه که در مکاتب و مدارس خشونت وجود داره. این چقدر واقعیت داره؟ آیا هست یا نیست؟ اگر هست به چی میزان هست و چی گونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان العزة لله و لرسوله و للمؤمنین. خداوند انسان را به عنوان بهترین مخلوق معرفی کرده، بهترین موجودی را که آفریده انسانه. لذا در هنگام خلقت به خود تبریک گفت، تبارک الله احسن الخالقین. و همینطور به عنوان زیباترین موجود معرفی کرده، در بین همه موجودات انسان به عنوان زیباترین مخلوق آفریده شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. و همینطور انسان به عنوان عزیزترین موجود معرفی شده، همونطوری که خود خدا عزیز است، عزتمند است، انبیا و اولیای خدا عزیز است، توده های انسان من حیث یا مؤمنین عزیز است. ان العزه لله و لرسوله و للمؤمنین. خداوند خودش عزیز است، عزتمند است، عزت آفرین است، اولیا و انبیای او عزتمند هستند و همینطور مؤمنین، اونهایی که در خط ایمان قرار دارن، اینها عزیزند. بنابراین حفظ عزت انسان یک امری کاملا اساسی و یک اصل هست در زندگی انسان. انسان همون گونه که باید به فکر عزت خود باشه، نباید تن به هر خفت و خاره بدهد، هر ذلتی را بپذیره، هر مسیر ذلت بخش را طی کنه و حرکت کنه به او سمت، باید به فکر عزت دیگران هم باشه. باید عزت دیگران را هم پایمال نکنه، شخصیت دیگران را هم لگدمال نکنه. روایتی داریم منسوب به امیرالمؤمنین و سایر معصومین هم به شکل‌های دیگه این مطلب را بیان کرده که فرمودن هر چی برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. تو دوست داری کسی شما را توهین بکنه؟ قطعا دوست نداری. پس به دیگران توهین نکن. دوست داری دیگران غیبت شما را بکنه؟ پس تو هم غیبت دیگران را نکن. دوست داری کسی به ناموس شما نگاهی بد داشته باشه؟ پس تو هم به ناموس دیگران نگاهی بد نداشته باش. دوست داری کسی شما را فحش بده یا مورد ضرب و شتم قرار بده؟ پس شما هم دست روی دیگران بالا نکن. خب این مقدمه را عرض کردم که وصل بشیم به اصل مطلب که بحث خشونت هست. خب خشونت در همه دنیا وجود داره، چون بشر، خب یکی از غرایزی که در وجود بشر هست غریزه خشم و غضب هست. این بی خود در نهاد انسان قرار داده نشده. خشم و غضب یا قوه غضبیه نیروی محرکه انسانه، جسم انسان رو به حرکت در میاره، انسان رو به سمت و سو جهت میده، حرکت میده، انرژی تولید میکنه. این در ذات خودش بد نیست، خوبه. استاد انرژی مثبت تولید بکنه، منفی بستگی داره که حالا انرژی مثبت یا منفی بستگی داره از این انرژی چگونه استفاده شود. مشکل اینجاست که ما انسان ها
از انرژی هایی که خداوند در وجود انسان قرار داده در جای خودش استفاده نمی کنیم و در راستای مفید از او استفاده نمی کنیم. لذا اینجاست که خشونت ها به شکل های بسیار زننده در عرصه های مختلف تبارز میکنه. مثلا در محیط خانواده خشونت موج میزنه، از محیط خانواده منتقل میشه به مکتب، مدرسه، اداره یا هر جایی که زندگی جمعی در اونجا وجود داشته باشه. خب اینا آثار و پیامدهای منفی فراوانی داره که در گذشته ما از عوامل و از آثارش و از پیامدهایش ما صحبت هایی کردیم که آثار اینه که او کسی که خشونت را انجام بده، این خشونت در نهاد او نهاده نمیشه به عنوان یک حق. او احساس میکنه که من حق دارم، حق مثلا خود را حق به جانب به حساب میاره و احساس میکنه که حق داره دیگران را توهین کنه، دیگران را بزنه، سر دیگران داد بزنه، صدای خود را سر دیگران مثلا درشت بکنه، دست خود را بلند بکنه، هرچی از دهنش آمد بگه، این را برای خود یک حق تلقی میکنه. از طرف دیگه برای کسانی که مورد خشونت قرار میگیره، علل خصوص کودکان، علل خصوص انسانهایی که در سنین پایین قرار دارن، مثل کودکان و اطفال، اینها روحیه ظلم پذیری و خشونت پذیری در وجودشان نهاده نمیشه. ایره میپذیره، فکر میکنه که حقش اینه که باید سیلی بخورد، حقش اینه که مورد توهین و تحقیر، مورد خشم و خشونت قرار بگیره. لذا بعد وقتی این به عنوان یک حق پذیرا شد، بعد به خود ای اجازه را نمیده که دادخواهی بکنه، دنبالش بره حرکت بکنه که تو به چه حقی مثلا سیلی به صورتی من زدی، به چه حقی به من فوش دادی، به چه حقی ما رو توهین و تحقیر کردی. خب حالا وقتی این دو مقدمه که تا حدود روشن شد، میبینیم وارد مدارس میشیم. ببینید خشونت ها وقتی که در محیط خانواده ها متاسفانه سنت شد و نهاده نشد و جا افتاد، این خود به خود به جاهای دیگه بعد سرایت میکنه. او کسی که در محیط یک خانواده خشین بزرگ شده، یه اگر معلم هم بشه، به خود یه حق را میده که همونطوری که برای او خودش مورد خشونت قرار گرفته، پس این خشونت یک اصله، یک رویشه، یک منشه، میتونه از این خشونت به انهای مختلف در جاهای دیگه استفاده کنه. حالا هر کسی که زیر دست ببخشید مدارس که گفتین، خب یک اصطلاحات را که هست، خب مکتب را در اونجا فرق میکنه، یک اسم است و مدارس، خب مدرسه تعالیم دینی میبینه، اینا را یکم مشخص بکنیم. درسته، بیشتر منظور بیشتر مکاتب یعنی مکتب ها هست. البته مدرسه ها را هم شامل میشه. ما موارد بسیار قبیح و زشت خشونت رو در مدرسه ها نمونه داریم، سند داریم، اخبار داریم، گزارش داریم. این که مدارس و مکاتب میگیم، بله شامل مدارس هم میشه. درست. خب به هر حال این قطعا به اونجا سرایت میکنه. لذا کودکانی هم که در محیط خانواده یکسره در محیط خشین تربیت شده، بزرگ شده، وقتی وارد مکتب هم که میشه، خب این خشونت برای او تقریبا طبیعیه، یعنی دیگه خشونت میپذیره، لذا اکثری وقتا سکوت میکنه. مشکلی که در جامعه ما وجود داره با توجه به این که این خشونت دیگه نهاده نشده، در لایه های اجتماع، لایه های مختلف اجتماع، در طبقات جامعه ما در طول تاریخ این دیگه نهاده نشده، لذا از صدر تا ذیل، از رأس تا قاعده، از حاکمیت تا مراکز آموزشی و تربیتی و مراکز نظامی و مراکز علمی و تا در محیط خانه و خانواده، این متاسفانه ای وجود داره. استاد حالا ما اگر به نمونه در خانواده وقتی ظلم هست یا وقتی وارد مدرسه هم میشه ظلم میپذیره، بس یه استاد که چرا از طرف یک دبیر، از طرف یک استاد، یک معلم خشونت صورت بگیره در مدرسه؟ بله همینجاست. ببینید خب یک وقت ما میایم سر چرایی قضایا بحث میکنیم، یک وقت سر وجودش بحث میکنیم. درست. خب اینجا بحث چرایی رو ما پذیرش استاد بس پذیرش اگر ما که خب فرمودیم که کودک هست یا وقتی هر چیزی که القاشه هایی خب ذهنش رو تمایل نداره، سر چرایی قضیه یا عوامل این قضیه ما قبلا تا حدودی بحث کردیم که شامل مکاتب و مدارس اینها هم میشه. ببینید وقتی یک موضوعی تبدیل به فرهنگ شد، این فرهنگ تسری پیدا میکنه روی همه افراد دیگه، سواد و علم و دانش و اینا هم نمیتونه جلوی او رو بگیره. وقتی مثلا در یک جامعه خشونت به عنوان یک فرهنگ تبدیل شد، دیگه اون معلمی که درس خوانده، او دانشمندی که علم آموخته و او حاکمی که بالاخره در رأس هرم قدرت قرار گرفته، همه اینها بالاخره از این فرهنگ تأثیر میپذیره. لذا بیشترین ضربه ها متاسفانه، بیشترین ضربه ها از آدرس خشونت در مراکز
علمی فرهنگی اتفاق میفته، چون اونجا مرکزی است، همونطوری که در مقدمه فرمایشات شما بود، مدرسه ها و مکتب ها قبل از آموزش باید پرورش باشه، تربیت باید باشه، قبل از تحصیل باید اونجا اخلاق باشه، تربیت بوده باشه، اینا خیلی مهمه. لذا در قرآن هم که از قوانین اسلامی، در واقع مادر قانون در میان امت اسلامی قرآنه، در قرآن و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است، یعنی به تعبیر بعضی از بزرگان تزکیه قبل از تعلیم هست، یعنی اول ما باید به اخلاق این کودک توجه کنیم که این کودک فردا، همین کودک فردا رئیس جمهوری همی جامعه میشه، وزیر همی جامعه میشه، استاد و دبیر همی جامعه میشه، استاد دانشگاه والی همی جامعه میشه. پس اولی باید تربیت خوب داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، بعد آموزش، همینطوره. یعنی در اصل اینه، ما اخلاق مقدمه بر علم و دانش است، اول باید اخلاق بوده باشه. لذا اینا خیلی مهم است که در مکاتب و در مکتب ها و در مدرسه ها مورد توجه قرار بگیره، که متاسفانه در جامعه ما این مسائل، همونطور که خیلی از مسائل ارزشی دیگه مورد توجه قرار نمیگیره، این مثلا مقفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته. خیلی خوب استاد، میان برنامه ببینیم. بیننده های عزیز گرامی، میان برنامه ای را با هم مشاهده می کنیم و دوباره برمی گردیم. بیننده های عزیز و گرامی، دوباره خوش آمدید. مثبت 964 780 255 4013 پل ارتباطی میان شما و برنامه وقت بیداری هست. میتونید سوالات و نظریات ارزنده تان را از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. همچنان یادآوری بکنم که برنامه های ما در صفحات اجتماعی با آدرس هادی تیوی دری در آپارات فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام بارگذاری میشه و میتونید اونجا هم سر بزنید و استفاده بکنید. ادامه برنامه با وقت بیداری با موضوع خشونت در مکاتب و مدارس را بیننده هستید. استاد مجدد خوش آمدید. سلام باشید. استاد، از کلیات صحبتتان یکی چنین چیزی به مخاطب و به ما رسید که انگار این خشونت کلن جامعه ما یک جامعه خشونت زده هست. این خشونت در خانواده وجود داره و بعد وارد مدارس میشه و همینطور همه جامعه. واقعا همینطوریه؟ طبیعی است که همینطور هست، وقتی چون خانواده واحد اجتماع هست و از اجتماع در واقع از خانواده ها شکل میگیره دیگه. او کسی که رئیس جمهور میشه، او کسی که وزیر میشه، والی میشه یا هر سمت دیگه پیدا میکنه، یا استاد میشه یا معلم میشه، بالاخره در یک خانواده در یک محیطی تربیت شده و پرورش پیدا کرده. خب بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، تجربه هایی که وجود داره، خود ما تجربه داریم از دورانی که بالاخره مکتب میرفتیم اونجا، یاد ما هست یک سری برخورد هایی که معلمین ما با ما داشته یا با کسانی که با اونا برخورد داشته که آشنایی داریم، رفتارهایی که وجود داشته یا رفتارهایی که معمول بوده، انواع و اقسام خشونت ها در مکتب ها متاسفانه وجود داشته که ما به موارد به صورت مصداقی اشاره میکنیم، که از جمله اینها اگر بیایم به شکل ملایمترش یک ورود ملایمی داشته باشیم، اولین چیز تهدید هست، تهدیدهایی که خب مثلا تو را ناکام میکنم، تو را میزنم، حتی تهدیدی به قتل در مواردی وجود داشته که خب مثلا ولو همی تهدید خب که اجرایی نمیشه دیگه. یک معلمی وقتی یک کودک صنف اول که مثلا 7 سال بیشتر نداره، اگر او را تهدید به قتل میکنی، او نمیفهمه که واقعا این تهدید جدی و واقعی است یا همینطور از سری ترساندن ما هست. او این تهدید در ذهن او ملکه میشه، جا میفته و تمام سلول های وجودی او را درگیر میکنه، یعنی امنیت روانی او را بالاخره تحت تاثیر قرار میده. لذا از این قبیل تهدیدها و کمی که مثلا در سنف های بالاتری که قرار تهدیدی به مثلا اخراج، تهدیدی به ناکام شدن یا ناکام گذاشتن
این تهدیدها و تهدیدهای مختلفی که بالاخره وجود داشته، خودی تهدید حالا به هر شکلی بوده باشه، اگر از لحاظ دینی هم مراجعه کنیم، تهدید به قتل قطعا مجازات داره، تهدیدی به قتل مجازات داره. در فقه اسلامی آمده حدود 74 ضربه شلاق باید زده شده، از یک ماه تا یک سال زندانی داره. ولی خب ما به جایی که معلمین ما استادا بالاخره رعفت و رحمت و مهر و عطوفت رو منتقل کنه به یک کودک، به یک فرزند که فردا میخواد این سکاندار جامعه شده، که بعد با مردمش، با ملتش، با جامعه، با افراد تحت به اصطلاح اشراف و نظارتش با مهر و محبت و عطوفت رفتار بکنه، با او تهدید میآموزیم، یعنی تهدید کردن رو با او میآموزیم. خب بحثی تهدید، خب یک مرحله هست و بالاخره مرحله ملایم‌تر است، خب طبیعیه ممکنه اتفاق بیفته، اما از این مرحله که عبور میکنیم، خب طبعا خشونت‌های فیزیکی که مشکلات زیادی رو در خیلی از جاها یا خیلی افراد در بعضی از مکاتب به وجود آورد، مخصوصا در این سالهای اخیر در دوره حکومت قبلی که یک مقدار فضای باز شد و فرصت‌های برای مردم، برای ابراز نظر و اظهار وجود مردم به وجود آمد، رسانه‌های به وجود آمد که خود دنیا یک مقدار تغییراتی پیش آمد و مثل فضای مجازی که ایجاد شد، رسانه‌های صوتی و تصویری، اینا فرصتی را ایجاد کرد که بعضی از خشونت‌ها رسانه‌ای شود و همه مردم خبر شود. ولی بسیاری از این خشونت‌ها به شکل بسیار زننده و زشت و قبیحش ممکنه در خیلی از جاها اتفاق میفته، هیچ کسی هم خبر نمیشه، یعنی لااقل تو جامعه خبر نمیشه. مثل او حادثه‌ای که اخیراً چند ماه قبل اتفاق افتاد در یک بحث خانوادگی، که یک چند برادرانی خواهر خود را 30 سال تمام در یک سیاه‌چال نگه داشتن در منطقه شمالی، که همین چند ماه پیشتر این علنی شد، افشا شد، بالاخره او را از اونجا در آوردن. و خب ببینید اینا خشونت‌های از این قبیل در خیلی جاها اتفاق میفته. خب در گذشته رسانه‌ای وجود نداشته، یک این رقم به شکل همبستگی وجود نداشته تا مردم درک کنند. در ارتباط با مکاتب و مدارس هم همین رقم، که اتفاقا یکی از مواردی که سبب شد بحث خشونت در مکتب ها و مدرسه ها به صورت جدی مطرح شد در حکومت های قبلی، دوره ظاهرا اشرف غنی بود، یک دانش آموزی که متولد مثلا خارج بود، متولد انگلستان بود، اینا آمده بودن در مزار شریف ظاهرا در یکی از مکتب ها، اینجا مورد خشونت قرار میگیره، این بچه میه این خشونت رو منتقل میکنه به خانوادهش، بیان میکنه که امروز معلم نسبت به من خشونت، ولی این سبب میشه که به مکتب نمیره. همین مسئله سبب شد، چون او آدما بالاخره یک مقدار تحصیلاتی داشتن، دنیا رو دیده بودن، یک مقدار فضای وسیع‌تری رو تجربه کرده بودن، اینا سبب شد که این بحث رسانه‌ای بکنه. این موضوعی شد که بالاخره بحث خشونت در مکاتب مورد ارزیابی قرار بگیره، هیئت‌های تعیینش و تحقیقات صورت گرفت، بعد معلوم شد که خشونت‌های بسیار قبیحی در مکتب‌ها و مدرسه‌ها صورت می‌گیره و این کسانی که مورد خشونت قرار می‌گیره این ابراز نمی‌کنه، اظهار نمی‌کنه. استاد قبل از اینکه وارد بحثی بشیم که چگونگی خشونت‌ها خلاصه نمایان شده و دنبال شده اینها، یک دو سه مورد اگر مشخص‌تر از عوامل بحث بکنین که چگونه داخل مکتب آمد که باز بعداً خبر شدن و رسانه‌ای شدن و خواستن جلوی موضوع رو بگیره اینها. خب من یکی دو مورد نمونه رو عرض می‌کنم که ما خود ما، یعنی زمانی که خود ما محصل بودیم، تجربه داشتیم در مکتب‌های اونجا در محل خود ما، از موارد خشونت هایی که صورت میگیره چند نمونهش خیلی جالبه، یعنی بون یادگار مونده دیگه، در تا هنوز در ذهن ما مونده. خب این ضرب و شتم هایی که صورت میگیره، گاهی وقتا خب مثلا داخل صنف بود، بازم در حضور جمع، ولی گاهی وقتا چند صنف همه بیرون مثلا لین میشدن، استاد میشدن، اونجا کسی که خاطی بود، حالا خطایی یا مثلا غیر حاضر بود، یا اینکه مثلا نمره پایین‌تری گرفته بود، یا یک مشکلی از این قبیل داشت، در حضور جمع یا با پاهای او یا به دست او زده میشد، که خب این یک بخش بود. یک بخش دیگه ای که واقعا بسیار خطرناک در تربیت جامعه خیلی خطرناک بود، این بود که گاهی وقتا دو تا دانش آموز یا مثلا دو تا محصل را بلند میکرد، مثلا یک دانش آموز خاطی رو میگفت شما از گوش او بکش، اینم از گوش همدیگر، این از گوش همدیگه باید میکشیدن، یا سیری به صورت همدیگه میزدن، که این خب زمینی که یک خشونت بسیار قبیح و زشت بود،
کینه و عداوت و بالاخره دشمنی را در بین این کودکان فرزندان افزایش میداد، تولید میکرد. خب طبعا از این قبیل خشونت ها، خشونت های فیزیکی و خشونت های روانی که پیشتر عرض کردیم، همه اینها خشونت هایی است که روح و روان و جسم یک دانش آموز را یا یک محصل را تحت تأثیر قرار میده و وقتی این دانش آموز وارد جامعه میشه قطعا این خشونت ها را بازتاب خواهد داد. لذا اگر ما بخوایم به عواملش هم اگر بخوایم اشاره بکنیم، چی چیزایی باعث این قضايا میشه، چرا یک معلم این برخورد داره یا این چنین برخورد داره میکنه، ببینید یک بحث عمومیه، فضای عمومی افغانستانه. وقتی ما تاریخ افغانستان بررسی میکنیم غیر از خشونت چیزی زیادی رو نمیبینیم. یعنی برخوردها، سیاستها، جنگهای ممتدی که وجود داشته همه اینها تولید خشونت کرده، روحیه خشین رو در نهاد مردم افغانستان نهاده نکرده. یک عامل عمومی هست. وقتی خشونت میگین مستقیما یک طور شده، شاید هم گفت شما هم جامعه خشونت زده با ایسی شده به ذهن ها این میرسه که فقط همین زد و خورد خشونت هست، در حالی شاید شدیدترینش زد و خورد باشه، ولی انواع دیگه هم خشونت داشته باشه که اونا مهم باشه. در مدارس هم جز زد و خورد که اشاره کردین دیگه مواردی هم بوده که مثلا خشونت قطعاً ببینید خشونت از خشونت فیزیکی بالاتر خشونت روحی و روانی هست. وقتی یک دانش آموز قطعا اشد از خشونت فیزیکی. خشونت فیزیکی اگر بالاخره یک سیلی به صورت کسی زده میشه، حالا خب آثار وجود برطرف میشه. اما اگر همین دانش آموز، همین محصل در جلوی مثلا 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر دیگه تحقیر میشه، مورد تهدید قرار یا مورد تحقیر قرار میگیره، این خشونت به مراتب بالاتر این خشونت روحی و روانی است که در نهاد او باقی میمانه. اما ضرب المثل معروف هم میگه زخم جسمی زود خوب میشه ولی زخم روحی ماندگار هست. مورد تحقیر قرار میگیره، این حقارت به راحتی از دل یک انسان زدوده نمیشه و بالاخره این ماندگار هست و همینطور میمانه. در هر صورت یک بحث یک عامل عمومی است که گفتیم همه فضای کشور در واقع تحت تاثیر خشونت در طول قرنها بوده. این فرهنگ جامعه افغانستان رو یک فرهنگ خشین بار آورده، در همه جا هست، هیچ کسی هم استثنا نیست. و یک عامل دیگه عامل خانوادگی. اگر اجازه بتین یک میان برنامه ببینیم و بعد عوامل رو بحث کنیم. خواهش. سلامت باشین. بیننده های عزیز گرامی، سپاس دارم که نگاه های ناب و گرمتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از یک برنامه کوتاه دوباره با ما همراه باشید. دوباره خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی و برنامه به وقت بیداره را برای دیدن انتخاب کردید. با موضوع خشونت در مکاتب مدارس همچنان روبروی شما خوبان عزیزان هستیم. استاد، رسیدیم به بیان عوامل خشونت در مکتب مدارس. خب طبعا هر اتفاقی که میفته خب عاملی داره، عامل یا عامل هایی داره دیگه. چطور میشه قطعاً. یک آدمی که پاک سرشته شده، فطرت الله، قرآن میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدل لخلق الله، خداوند بر اساس خلقت اولی پاکیزه آفریده شده روحن و جسمن، از لحاظ اعتقاد، باور، از هر جهت پاکیزه. خب این چطور میشه یک دفعگی این انسان پاکیزه و طیب و طاهر و معصوم تبدیل به یک حیولا میشه، تبدیل به یک گرگ درنده میشه، تبدیل به یک به اصطلاح یک انسان خشین سرشار از خشونت میشه؟ قطعا عواملی وجود داره. اگر ما حتی به لحاظ اعتقادی هم میبینیم عوامل مختلف تاثیرگذاره که خب یک عامل عمومی هست، عامل عمومی که در فضای یک جامعه گسترش پیدا کرده، فراگیر هست.
خب که عرض کردم پیشتر هم که جامعه افغانستان متاسفانه در طول تاریخ همواره با خشونت سر و کار داشته. اگر یک اربابی در یک قریه، همون ارباب با خشونت با رعیتش برخورد کرده، یک خان، یک قریه‌دار با خشونت، بعد همینطور یک علاقه‌دار، یک ولسوال، یک والی تا رسیده به پادشاه و زعیم یا هر کسی دیگه ای که بوده، با روحیه خشین با مردم، با تهدید مردم را چنین و چنان از مردم با خشونت مالیات گرفته، برخوردهای خشن وجود داشته. پس اینا دیگه یک چیزیست که در افغانستان ما متاسفانه وجود داشته. عاملی قریبتر و نزدیکتری که خب یک معلمی که او بالاخره قبل از آنی که علم برای فرزندان یک مملکت بیاموزه، تربیت و اخلاق و رفتار و منیش و رحمت و رعفت منتقل بکنه، ارائه بکنه، چطور میشه این معلم چرا یک چنین روحیه ای باید داشته باشه؟ خب طبعا این معلم در خانواده استاد شاید یک آدم با یک تعداد کسای زیر یک سقف زندگی بکنه که اونا درگ آنچنانی نداشته باشه، علم نداشته باشه، ولی درد اصلی اینجایی که در مکتب مدیر و مدبر و اینها ای که با خشونت رفتار میکنه، ای خیلی جای تعامل داره. خب طبعا عامل قریبتر و نزدیکترش باز هم برمیگرده به خانواده. همین معلم در یک خانواده بزرگ شده، خانواده هم که سرشار از خشونت، منیژه ها و روش های خشین در محیط خانه و خانواده وجود داشته، طبعا این معلم هم از اونجا تربیت پذیرفته. خدایش استاد، این اخلاق چقدر مهمه، نهاده نشده، نمیتونه جلوی او رو بگیره. یقینا این اخلاق در وجود او نهاده نشده، یا خودش خشونت کرده یا مورد خشونت قرار گرفته. لذا پس محیط خانه و خانواده هم عامل دوم میشه، عامل دیگری میشه که بالاخره چه فرقی میکنه حالا او معلم باشه یا یک مدیر باشه یا یک مسئول دیگه ای بوده باشه. او خشونتی را که تجربه کرده او را بالاخره منتقل میکنه. نکته دیگه خود بحث پذیرش خشونت که عرض کردم جزء آثارشه. یک کسی که مورد خشونت قرار گرفته، این عقده در گلوی گره شده میمانه. خب چون کسانی که نسبت به او خشونت انجام داده، خب زورش که به اونا نمیرسه. مثلا پدرش خشونت کرده، مادرش خشونت کرده، یا برادر بزرگترش نسبت به او خشونت انجام داده، یا نه از جای دیگه این خشونت را دریافت کرده بین کوچه و بازار و جاهای دیگه، یا خودش در یک صنف قبلی، خودش که دانش آموز بوده، محصل بوده، خشونت را از معلم خودش دریافت کرده. این لایه‌های خشونت در گلوی تاریخی این شخص گره شده مانده، تبدیل به عقده شده. به این میگن اصطلاحاً عقده حقارت، چون خود تحقیر شده، همچون لایه لایه باقی مانده. حالا که نوبت به خود او رسیده، اینو مرحله به مرحله این عقده ها، یعنی عقده یعنی گره، این گره ها رو میخواد باز بکنه، گره های تاریخی خودش رو میخواد باز بکنه. حالا این یا سر دانش آموزش، سر یک مثلا همکارش، سر یک همکلاسیش، همسینفی خودش، سر هر کسی دیگه ای ممکنه در هر مرحله یک گره از این گره هایی که در گلوی او باقی مانده اینها رو باز بکنه. رضا خودی این سبب میشه که انسان گاهی وقتا در شرایط خاص نسبت به دیگران خشونت نشان بده، زور بگه، تهدید بکنه، یا مثلا از برخورد فیزیکی استفاده کنه، رضا او رسالت اصلی خودش را فراموش بکنه. و عامل فرهنگی که وجود داره در، البته در افغانستان، در جاهای دیگه خب کشورهای پیشرفته کارهای زیادی انجام دادن. متاسفانه یکی از مسائلی که در مراکز معارف ما، تحصیلات عالی ما وجود نداره، بحثی برنامه های تربیت معلم هست. خب یک کسی که مثلا صرف 12 رو خوانده یا مثلا لیسانس رو گرفته، دیگه استخدام میشه، میره معلم میشه. خب این اصلا نرفته در یک دوره رو ببینه که یک تجربه معلمی رو از جاهای دیگه مثلا دریافت بکنه، روش های مناسبی تربیتی رو یاد بگیره، برخوردش با اصلا روش ارائه مطلب خودی ای بالاخره باید آموزش داده شده. این نکته را که فرمودید به عنوان مثال، خب 20 سال قبل یا 30 سال قبل که شما مدرسه می رفتین با 10 سال قبل که ما مدرسه رفتیم، فضا کم تغییر کرده. یقینا. شاید هم کم خب به یک رشد فکری رسیده باشه، ولی خب وقتی که این تربیت مربی رو خلاصه به عنوان یک معلم تربیت نیافته، این فکر میکنه که همون برخورد را که 20 سال 30 سال قبل با ما معلم داشته، من باید امور رو داشته باشم. پس خیلی مهم است که قبل از اینکه وارد معلم شو بری معلم شوی، معلم شدن را یاد بگیره. خب اگه علم را آموخته، ولی علم فکر نکنه که به درد خلاصه دانش آموز و مکتب بخوره.
طبعا همینطور، اگر انسان خود بالاخره به یک مرحله اخلاقی، به یک مرحله بالایی از تربیت و اخلاق و منیش مناسب نرسیده باشه، او چگونه میتواند دیگر را؟ میگه کور که رهبری کور شود، هر دو به چه افتد؟ یک کسی که خودش اخلاق نداره، او نمیتوانه اخلاق را به دیگران بیاموزه. و ما عرض کردیم که اخلاق مهمتر از علم هست، چون علمی که همراهی با اخلاق نباشه بمب اتم میشه. علمی که همراهی با اخلاق و ادب و دین و ایمان نبوده باشه تبدیل به بمب شیمیایی میشه، تبدیل به چاقوهایی میشه که شکم پاره میکنه، تبدیل به خیلی از موارد دیگه خشونت های اجتماعی و فاجعه های اجتماعی میشه. لذا یکی از نقصه هایی که در گذشته بود، اگرچه خود تلاش هایی در این اواخر صورت گرفت، ولی این تلاش ها بسیار محدود در پایتخت در بعضی از مراکز شهرهای بزرگ بود که اونم بسیار با محدودیت انجام می گرفت، اما در اطراف، در اکناف، توده های مردم ما در اطراف زندگی میکنن و متاسفانه سنت های غلط و خشین هم بیشتر در اطرافه، در قرا و قصبات، در ولسوالی هاست، در قریه هاست، در اینجاست که اینجا رو خب قطعا دولت های مرکزی با اونها چندان رسیدگی نمی کردن. لذا ما اگر بخوایم یک جنبندی و نتیجه گیری از این بخش هم اگر داشته باشیم، اگر بخوایم معلمین عزیزی که احیانا این برنامه رو نگاه میکنه، احیانا در مصدر تعلیم و آموزش هست، باید نکته رو عرض بکنیم که این نکته اسلامی و دینی و قرآنی باید سرلوحه هر معلم و استاد باشه که تزکیه قبل از تعلیم هست. درست. یوزکیهم و یعلموهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه. این اول تزکیه که خب یعنی یک معلم باید اول به فکر تزکیه و تقوا و معرفت یک هنرجو یا دانش آموز یا محصل خودش باشه، بعد به فکر تعلیمش، قبل از اینکه شامل حال این دانش آموز یا محصل شود، شامل حال خود استاده. استاد قبل از آنی که بخواد به اصطلاح علم خود را به نمایش بگذاره تا دیگر از او بهره ببره، باید تقوای خود را، اخلاق خود را، ادب و انسانیت خود را بالاخره به نمایش بگذاره. او بالاخره خودش باید مجسمه اخلاق باشه تا دیگران از او الگو بگیرن، الگوی احسن باشه. و همینطور در همه عرصه های زندگی خودش میتوانه این اصل را به عنوان یک اصل اساسی داشته باشه. و یکی نکته دوم خطاب به مسئولین امر هست. حالا مسئولین در این دوره فعلا مثلا طالبان حاکم هستن. خب حکومت ها معمولا میچرخه، دوره ای هر کسی در یک دوره حکومت میکنه، امروز طالبان، دیروز مثلا حکومت جمهوری بود، فردا ممکنه حکومت دیگه باشه. امروز حاکمانی که این برنامه رو نگاه میکنه، کسانی که مخصوصا در اداراتی که مربوطی به معارف اسلامی هست، معارف، وزارت معارف هست یا مربوطی به تعلیم و تربیه و دانشگاه و جاهای دیگه، باید اونها هم این اصل را به عنوان یک اصل اساسی ترویج بکنن. معلمینی که استخدام بشه، قبل از اینکه استخدام بشه باید اون دوره دیده باشه، دوره تربیت معلمی رو دیده باشه، باید روش‌های خوبی که در دنیا رایج هست، این روش‌ها رو از دنیا کسب بکنه. میگه العلم ضاله المؤمن، علم و دانش گم شده مؤمن هست. فرق نمیکنه روش خوب و منیش خوب و حرف خوب از هر کی باشه و از هر جایی باشه، ولو از کفر باشه. ولی شما دانشگاه گفته متاسفانه گاهن خشونت حتی در دانشگاه مطابق قطعا خود بحثای خب خشونت در دانشگاه ها موارد بسیار ناراحت کننده ای در گذشته داشتیم. جنگ هایی که در دانشگاه کابل ما خود شاهد بودیم که اونجا حتی کشتار صورت گرفت، دانش آموز ها، دانشجوها بالاخره کشته شد، درگیری ها پیش اومد، آتش سوزی ها صورت گرفت و خیلی اتفاقات ناگوار دیگه. همه اینا سرچشمه میگیره از همه عواملی که اشاره کردیم. یک عامل عمومی است که او بستری شده، عامل های خشونت در محیط های خانوادگی و عدم تربیت اساسی اساتید و معلمین و مربیانی که بالاخره اینا باید قبل از اینکه به فکر تربیت دیگران باشه، به فکر تربیت خود باشن. یعنی خودشون رو باید به اون مرز، به اون مرحله برسانن تا این لیاقت و شایستگی رو پیدا بکنن تا بالاخره در مصدر تعلیم و تربیت برای دیگران قرار بگیرن. شما ببینید حتی
انبیای الهی از همون ابتدا وقتی کودک بودن پیغمبر را با این که معصوم بودن خطایی نداشتن می توانستن بالاخره از همون زمان به عنوان پیغمبر انجام وظیفه بکنن، ولی به سن پختگی که میرسن اونها پیغمبر میشن. در 40 سالگی پیامبر عزیز اسلام رسالت به دوش او گذاشته میشه. اینا خودش معنی داره، اینا خود همینطور منشهایی که در اسلام هست. ما مثلا از اسلام پیامبر عزیز اسلام به عنوان الگو هست، الگو در همه اساس. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یک معلم مسلمان. ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم، افغانستان کشور مسلمانه، یک معلم مسلمان که دانش آموزان و محصلین مسلمان صدها یا دهها محصل مسلمان تحت تربیت او قرار گرفته، او باید از آموزه های اسلامی آگاهی لازم داشته باشه. تربیت اسلامی، اخلاق اسلامی، مخصوصا اخلاق پیامبر، اخلاق پیامبر در برخورد با کودکان، اخلاق پیامبر در برخورد با مثلا سایر افراد جامعه، همه اینها درس‌های بزرگی است که میتونه برای یک معلم، برای یک مربی یا استاد راهنما باشه و راهگشا بوده باشه و بتوانه اینا در جامعه منتقل بکنه. ممنون، خیلی ممنون، لطف کردین. ان شاء الله با امید روزی که معلمای ما هم جای هستی خود پیدا بکنه و مستاق هم شعری که درس معلم گر بود زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد. طفل گریز پا را ممنون از حضورتان، سلامت باشید. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از همراهیتان، سپاس از اینکه برنامه‌ای به وقت بیداری با موضوع خشونت را بیننده بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.